هیچ راهی جز انتقال پایتخت نداریم. اعلام خبر انتقال پایتخت توسط دکتر پزشکیان، همونجور که مشخصا در اخبار و تیکه های مختلفی از سخنرانی دکتر پزشکیان دیدید، گمان زنی ها از انتقال مرکزیت اقتصادی و سیاسی به نزدیکی آبهای جنوب کشور رو از سمت رئیس جمهور جدید شنیدیم و به نظر میرسه طبق گفته های خودش هیچ راهی به جز اینکه این عمل رو انجام بدن وجود نداره. دکتر پزشکیان در جدیدترین صحبت های خودش که انجام داده بود گفته بود توسعه کشور با ادامه روند فعلی امکان پذیر نیست و اینکه بخواهیم همچنان منابع اولیه رو از جنوب و دریا به مرکز بیاوریم و تبدیل به محصول کنیم و دوباره برای صادرات به جنوب بفرستیم به شدت توان رقابت ما رو کم کرده. تهران به عنوان پایتخت کشور با مشکلاتی دست به گریبان است که هیچ راه حلی جز انتقال مرکزیت ندارد. انتقال مرکزیت سیاسی و اقتصادی هم به این شکل که ما خودمان در تهران بنشینیم و به مردم بگوییم جا به جا شوید مقدور و ممکن نخواهد بود. باید ابتدا خودمان برویم تا مردم هم دنبال ما بیایند. طبق گفته ها و صحبت هایی که الان شنیدیم و دیدیم و گفتنی هایی که رئیس جمهور انجام داد، به نظر میرسه چندین کاندید برای پایتخت جدید ایران انتخاب شدن و کسانی در همین خصوص هم صحبت های زیادی انجام دادن. همونجور که گفته شد نزدیکی آبهای جنوب کشور مثل بوشهر، بندر عباس یا خوزستان جزو گزینه هایی هستن که به نظر میرسه روی میز دولت 14 برای انتقال مرکزیت اقتصادی و سیاسی هستن. باید ببینیم که در ادامه چه اتفاقاتی خواهد افتاد و در یکی از مهمترین رویدادها هم به نظر میرسه دنیای اقتصاد تیتری رو در همین خصوص کار کرده و گفته که رئیس جمهور در بازدید از قرارگاه خاتم الانبیا تاکید کرد تهران به عنوان پایتخت کشور با مشکلات زیادی دست گریبان است. اما غلام حسین کرباسچی ایده تغییر پایتخت را غیر ممکن میدونه و در این حال با اشاره به حضور بی مورد برخی وزارتخانه ها و ارگان ها در تهران، راهکار خود را برای حل مشکلات پایتخت بیان کرده. دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور که در روز گذشته همچین صحبت‌هایی را انجام داد و از این اتفاقات رونمایی کرد، به نظر میرسه یکی از چشم اندازاش روی دادن همچین اتفاق و انتقال پایتختی هست. اما دلیل اینکه این صحبت‌ها مطرح شد چی بود؟ خود دکتر پزشکیان در همین خصوص گفت با بیان اینکه اگر می‌خواهیم در منطقه اول باشیم نمی‌توانیم از رقبای خود عقب بمانیم. توسعه کشور با ادامه روند فعلی امکان پذیر نیست. اینکه بخواهیم همچنان منابع اولیه را از جنوب بیاریم و دوباره صادر کنیم باعث شده که هزینه های زیادی به عهده دولت گذاشته بشه و چاره ای نداریم و به نظر میرسه این اتفاق یکی از گزینه های مهم هست. هیچ راه حلی برای انتقال مرکزیت وجود ندارد. همچنان هم به نظر میرسه درگیر رایزنی و برنامه چیدن برای همچین رویداد بزرگی در به نظر تاریخ کشور هستند. برنامه دولت برای تعامل با همسایگان هم جزو یکی دیگه از صحبت‌هایی بود که دکتر پزشکیان در روز گذشته در همین خصوص هم صحبت‌های زیادی رو انجام داد. رئیس جمهور در آخرین صحبتی که انجام داد گفت که باید نگاه‌ها و روند‌ها رو اصلاح کنیم. باید از همه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور استفاده کنیم و افراد توانمند رو به دست بگیریم. از انتصاب آنها و نسبت دادنشون به جناح‌ها بهره بگیریم و خودداری هم از یک سری رفتارهای زشت باید به عمل بیاید. به افسود اگر بین ما و کشورهای منطقه فاصله زیادی ایجاد شود، جبران این فاصله کار دشواری خواهد بود. نباید به بهانه‌های واهی خودمان را از توان و ظرفیت افراد توانمند محروم کنیم. جدیدترین صحبت‌هایی بود که دکتر پزشکیان انجام داد. باید ببینیم که در نهایت آیا انتقال پایتخت از تهران به یک شهر دیگه قابل اجرا هست یا نه. اصولا اگر که می‌خواست همچین اتفاقی بیفته مشهد و تبریز جزو گزینه‌ها بودند، اما به نظر می‌رسه شهرهای جنوبی جزو گزینه‌های اول مثل بوشهر، بندر عباس یا حتی خوزستان به نظر می‌رسه به ترتیب گزینه‌های اول تا سوم خواهند بود. بکنه برای اینکه اصلا جایی که این کارخونه رو زده قابل چی میگن اقتصادی نیست اصلا. ولی اگه بریم اونجا و اونا ببینن ما اونجاییم، خدمات اونجاست، کار اونجاست، اینا هم پا میشن میان اونجا، تهران هم از این وضعیت در میاد. وگرنه بخوایم به تهران فکر کنیم، من تصور میکنم غیر قابل حل مشکل تهران. تا
توسعه تهران با بیابی که وجود داره، هر کاری بکنیم بی خود داریم وقت تلف میکنیم. به هر حال من تشکر میکنم از زحمات شما عزیزان و کاری که انجام میگیره. بالاخره ما هم جز شمایی، ما هم به اصطلاح بسیجی بودیم، بسیجی هستیم، بسیجی خواهیم مون، و این نگاه بسیجی به معنای واقعی میتونه مملکت رو نجات بده و انشالله که دست به دست هم بدیم و کاری بکنیم که مردم ما افتخار بکنن به شماها، به ماها، به نسلی که رفتند و جون دادند و زندگیشون رو گذاشتند تا استقلال و آزادی رو برای ما بیارن. به هر حال ما متشکریم. انشاءالله جلسات رو بذارید، ما هر کاری از دستمون بر بیاد در خدمت بیایید با یکدیگر برای آبادانی کشور تلاش کنیم. و امام جمعه ساری برخی رئیس جمهورها در گذشته نمک نشناسی کردند. به گزارش ایسنا حجت الاسلام، سید حسین شفیعی دارابی در نماز جمعه دیروز در جمع نمازگزاران ضمن دعوت به تقوای الهی اظهار کرد که انشاءالله دعاهای ما مستجاب شود و تمام اتفاقات خوب برای کشور بیفته. بسیاری از بدخواهان پیگیر بودند تا انتخابات به سمت فتنه برود، اما با تدابیر درست و کمک مردم انتخابات خوبی برگزار شد و دشمن رو از اجرای ترفندهای خود ناکام گذاشت. خطیب نماز جمعه ساری با قدردانی از رئیس جمهور از اینکه اولین سفر استانی رو به حرم امام رضا شروع کرده یادآوری کرد. رئیس جمهور دو وزیر مازندرانی انتخاب کرده که به نظر میرسه نقطه مثبتی هستن و از دکتر پزشکیان میخواهیم که پناه مردم منطقه باشد و برای تحقق شعارهای انتخابی خود تلاش کنه. شفیع دارابی خطاب به دکتر پزشکیان گفت برخی رئیس جمهورها در گذشته نمک نشناسی کردن، مبادا شما در مسیری قرار بگیرید که گذشتگان رو به بیراهه برده، لازم است که رئیس جمهور مقلد رهبری عزیز باشد. وی افزود مبادا وفاق ملی به شکاف ملی تبدیل شود، زیرا برخی در حال ایجاد شکاف بین مردم و مسئولان هستند. صحبت‌های فوق‌العاده مهمی بود که انجام شد. اظهار نظر جنجالی و جدیدی توسط حجت الاسلام علم الهدا درباره لایحه عفاف و حجاب منتشر شده بود که گفته بود که دکتر پزشکیان باید هر چه زودتر این لایحه رو انجام بده و به این دستور عمل کنه، چرا که کشور در خطر قرار گرفته و باید هر چه زودتر لایحه عفاف و حجاب رو تصویب کنه. توصیه امام جمعه تهران هم به پزشکان و دولت مردان خودش این بود که ظالم از بین رفتنی است، دیر و زود دارد اما سخت و سوز ندارد، بیایید برای این کار بکوشید. تمامی این صحبت ها برخی از توصیه ها، هشدار ها و صحبت هایی بود که امام جمعه های شهرهای مختلف در خصوص دکتر پزشکیان روز گذشته انجام دادن. اما یک اتفاق مهم و ویژه داره میفته. برای اولین بار نشست خبری رئیس جمهور قراره برگزار بشه، اما زمانش بالاخره بعد گمان زنی های مختلف روز دوشنبه 26 شهریور ماه اعلام شد که اولین نشست خبری دکتر پزشکیان رو قرار شاهد باشه که با حضور رسانه های داخلی و خارجی جهان برگزار میشه و اولین نشست خبری دکتر پزشکیان هست. همونجور که اطلاع دارید نشست های خبری اولین رئیس جمهورها به نظر مهمترین نشست خبری اونها خواهد بود و یک جورای باستاب صحبت ها و دیدگاه های رئیس جمهورها در سطح جهانی است.